بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و حمد بی پایان ذات یکتا و بی نیازی را که عقلها و قلبهای من را از گمراهی و کچفکری نجات داد و نور ایمان را جایگزین آن کرد، و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم محمد مصطفی و بر خاندان پاک گوهر او و یاران با وفا و راه روان راه او باد. بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه بازسازی اندیشه هستید، خدمت تک تک شما عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشد دارم و امیدوارم که صحتمندی و شادکامی و خرمی همیشه شامل حال شما بزرگواران باشد. با اجازه شما خدمت کارشناس این برنامه، سری برنامه های بازسازی اندیشه، استاد عبدالرحمن فاتح که پس از یک غیبت نیمه طولانی باز هم در برنامه حضور یافتند، هم عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام علیکم، خوشحال هستم که بار دیگر شما را البته به برنامه خودتان میبینم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، جزاکم الله خیر، تشکر از شما و عرض سلام و ادب دارم به خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی که در هر گوشه از عالم ما را مشاهده میکنند. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین استاد گرامی. البته بینندگان عزیز و گرامی، همون گونه که مطلع هستید، از طریق این برنامه می خواهیم فکر و اندیشه من را از گمراهی ها و کجروی ها و کجفکری ها و افکار و اندیشه های معاصره که امروز از طریق رسانه های مختلف دارد، فکر جوانان من را و فکر ملت های من را هدف قرار می دهد و می خواهد از این طریق فکر آنان را زهراگین و مسموم کند، می خواهیم روشنی انداخته و جوانان و ملت های من را متوجه افکار پوسیده و افکار گمراه کننده کنیم. در این برنامه باز هم به یکی از ایدولوژی های دیگر که تقریبا در قرن در دهه دوم قرن 20 ظهور کرد می پردازیم، و این ایدولوژی و این فکر عبارت است از فاشیسم، که در عصر کنونی یکی از افکار و نظام‌های کشنده جهان امروز است. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، خوشحالیم که در این برنامه بار دیگر شما را می‌بینیم و بار دیگر به شما خوش آمدید میگم، و بحث این هفته برنامه ایمان را که همانا فاشیسم است آغاز میکنیم، و البته برنامه ما را تیف ها و گروه های مختلف مردم مشاهده میکنند. برخی ها با این اصطلاح آشنا هستند و برخی ها هم شنیدند و ما نمیدانند که فاشیسم چیست و فاشیست کیست. اگر میشه درباره خود اصطلاح فاشیسم یک روشنی بیاندازید، یعنی یک تعریف ارائه بکنید. جناب استاد، بله، حقیقتاً چنانچه شما هم اشاره کردین، ما در یک عصر زندگی میکنین که افکار عجیب و غریب امت اسلامی در واقع حمله ور شده، و
چنانچه شما هم اشاره کردین، این کلمه امروز در میان مردم زیاد استفاده میشه و بعضا نمیفهمن، یعنی معنایش را هم درست نمیفهمن که معنای این کلمه چی هست و فاشیست چیست، فاشیزم چیست. کلمات جدیده، چون کلمات خارجیه، بله. کلماتیه که غربی ها برای اولین بار اینها را استفاده کردن. خب اگر خواسته باشیم به صورت کلی فکر فاشیزم یا این کلمه را در واقع تفسیر بکنین و خواسته باشیم توضیح بدین، طبقی که بعضی از دانشمندان اون رو تعریف کردن، میگن فاشیزم عبارت از نظامیه، عبارت از نظام حکومتداریه که یا نظریه سیاسیه که بر اساس دیکتاتوری بنا شده، یعنی دیکتاتوری و اجبار و جبر بر سر دیگران حکومت کردن، به زور بر سر دیگران حکومت کردن و منحصر کردن قدرت برای خود، منحصر کردن تمام مزایای یک حکومت، تمام مزایا و خوبی های یک نظام، منحصر کردن آن برای خود، به این میگن فاشیزم. به این میگن فاشیزم. و فردی هم که دارای این فکر و این اندیشه هست و یا این نظام را پیاده میکنه، برای او فرد باز میگن فاشیست. بله، یعنی فاشیست بر کسی اطلاق میشه که متبنی این فکر است و این فکر میخواهد در یک قلمرو و یک جغرافیای معین پیاده کنه. اما بله، خود فاشیسم نظام دیکتاتوری است که میخواهد تمام مقومات و امکانات یک ملت در اختیار خودش داشته باشه. بله، کاملا درسته. بله. خب این فکر چه وقت ظهور کرد، اگر میشه به تاریخچه ایدئولوژی یا این نظام سیاسی اقتصادی اشاره بکنیم؟ اول اجازه بدین که جناب استاد یک مقدمه کوتاه در این مورد صحبت بکنین که چرا به وجود آمد این فکره. آه. و بعد میرویم انشاءالله موضوعات را مطرح میکنیم. دلایلی به وجود آمدنش. بله. دلایل. بعد از جنگ، یعنی میشه گفت که اصلا این فکر فاشیزم زمانی به وجود آمد بعد از جنگ جهانی اول. چون شما میدانین که در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم، هر کس تلاش میکرد که دیگران به زیر قدرت خود بیاره. دیگران بیاره زیر قدرت و قدرت را منحصر برای خود بکنه. و جنگ جهانی اول که به وجود آمد، بعد از این جنگ جهانی اول این فکره فاشیزم منتشر شد، یا بگین برای اولین بار به وجود آمد به تحت این نام، یعنی به تحت این نام به وجود آمد. اگرچه ما قبلا هم داریم، یعنی قبل از این که اصلا این اصطلاح به کار بره، قبلا هم افراد بودند در طول دنیا، در طول تاریخ بشر، یعنی این وجود فکر داشته. وجود داشته اما وجود نه تحت داشته. این مسمى. بله. نه تحت اسم. بله، با این مسمى وجود نداشته، اما این مسمى، یعنی زمان کاربرد این مسمى شد که بعد از جنگ جهانی اول که هر کس تلاش کرد برای از اینکه قدرت زیر سلطه خود داشته باشه و او اولین نفر باشه، یا به تعبیر امروزی ابرقدرت باشه. بله. یعنی سخن اول او بزنه، مثل که مثلا امروز آمریکا میخواه که سخن اول رو بزنه و کسی در مقابل او استاد نشه و کسی در مقابل نظام او حرفی نزنه و به همین ترتیب دیکتاتوری بکنه. یعنی برای خود دیکتاتوری بکنه. فرعون هم یک فاشیزم بوده و از هر چیز، هر به طبق مرام خودش یک تعریف خاص ارائه بکنه. مثلا امروز به نام تروریسم، زیر نام تروریسم هر کسی که خواست از بین میبره. خیلی ساده میبره. میشه گفت مثلا در تاریخ وقتی ما بازگشت بکنین، فرعون یک نمونه بزرگی از فاشیسته، شخصی فاشیست. بله. و قانون و نظامش نظام فاشیزمی بود. یعنی خودش قبطی ها را که اقوام و خیشاوندان خودش بودن، آنها را نزدیک میکرد برای خود و قدرت برای اونها میداد، اما قوم یهود کنار زده شدن، آنها را دور میکرد، آنها را میکشت، از آنها به شکل برده استفاده میکرد، از زنان آنها به شکل کنیز استفاده میکرد و به همین ترتیب. خب به هر صورت بعد از جنگ جهانی اول، جناب استاد، بعد از اینکه جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و جنگ جهانی اول تمام شد، این فکر به وجود آمد. در کدام کشور؟ دقیقاً چنان که شما هم اشاره کردین، یعنی در قرن بیستم، در دهه دوم قرن بیستم این فکر به وجود آمده. یا در اوایل دهه قرن سوم بگین،
در دهه قرن سوم در دهه سوم قرن 20 بله قرن 20 در دهه سوم قرن 20 میشه گفت که به وجود آمده بله در ابتدای دهه سوم بله خب این اول که این اصطلاح به کار رفت یا بگین اولین باری که این اصطلاح را به کار بردن در کشور ایتالیا بود در کشور ایتالیا شخصی بود به نام موسولینی این شخصی بود که شخص سیاستمدار و متفکری بود در سال 1919 اولین بار این فکر بنا شد توسط این شخص 1919 یعنی اواخر دهه دوم بله بله این فکر بنا شد یعنی هنوز به درجه قدرت نرسیده بود قدرتی به دست نیاورده بود حداقل برای خود افراد جمع میکرد به نام ای که ما از شما دفاع میکنیم و از کارگر دفاع یعنی میکنیم آغاز میشه بگیم شکل گیری و مراحل نمو و تکامل بله مثل احزابی که امروز هم به وجود میایه اول خب مردم فریب میدن یعنی به هر ترتیب که شده مردم فریب میدن و که ما این کار برای شما میکنیم این کار میکنین این کار میکنین بعد از این که به قدرت رسیدن باز فرق میکنه در این 3 سال میشه گفت برای خود سرباز اینها جمع میکردن طرفدار برای خود جمع میکردن یعنی در سال 1919 920 1921 در سال 1922 اینها قدرت نظامی را به دست گرفتن بله قدرت نظامی را به دست گرفتن و اولین باری که این کلمه استفاده شده در سال 1919 در ایتالیا استفاده شده و بعد از آن به طور به هر حال مراحل خود طی میکنه تطوراتی که داره و مراحلی که داره میرسه تا به آلمان میرسه و دیگر کشورها سرایت میکنه اولین بار در ایتالیا در همین سال این کلمه استفاده شده و توسط شخص سیاستمدار و متفکری و هدفش هم از بنای این فکر نظامی میشه گفت این فکر نظامی و این فکر سیاسی که برای به دست آوردن قدرت و برای تکروی بله. بودن و تکروی شدن یک نظام و یک سیاست بوده که اولین بار در این سال و در این وقت و توسط این شخص به کار رفته خب پس مؤسس و بنیانگذار ایدئولوژی فاشیسم موسولینی است که در بله. ایتالیا در سال 1922 یا همون اوایل دهه سوم قرن 20 به قدرت میرسه و این فکر در ایتالیا پیاده میکنه و نظام تک حزبی را در اونجا مورد تطبیق قرار میده. خب استاد البته هر فکر و هر ایدئولوژی بر یک سلسله مبادئ و اصول و قواعد بنا یافته. میشه از مبادئ و اصول ایدئولوژی فاشیسم بگین که اینها یعنی روی چه مبادئ روی چه اصول استوار است این فکر یا این اندیشه یا این فکر حقیقتا جناب استاد اصول و ضوابط و قواعد فراوانی داره که بر اساس او بنایه اما ما در اینجا فقط میخوام که برای بینندگان عزیز چون بعضی از مسائلی هست که به هر حال شاید برداشتی برای بعضی از بیننده ها مشکل باشه و شاید لازم هم نباشه که اونها رو مطرح بکنین که اصول و مبانی این فکر و اندیشه چی هست بله. اما آنچه که این فکر بر او بنا شده و هدف از بنای این فکر بوده دو چیز بسیار مهمه یکی موضوع نجات پرستی هست یعنی این فکر میخواه که با قدرت برسه تا نجات خود را نجات و قومیت پس شما میخواین هدفش بیان کنین که روی دو هدف بله اینها بنا شده اصلا وقتی که این فرد خواست که این فکر را بنا بکنه هدفش همین بود میخواست که حزب و گروه و قوم خودش با قدرت برسه و دیگرها را بزنه و همین کار کردن دیگرها زدن همه کنار زدن و فقط خودشان باقی ماندن خب این فکر در واقع بر نجات پرستی بنا شده یعنی میخواد که نجات پرستی در میان جایی که اینها حکومت میکنن مکانی که اینها حکومت میکنن و سیاست اونها در اونجا هست میخوان که نجات پرستی رو منتشر بکنن و خودشان نجات پرست ها هستن یعنی بر نجات بسیار ارزش قائلن و یک چیز دیگر که در اصطلاحی که خودشان به کار میبرن این کلمه فرانسوی هست شوینزم میگن شوینزم که برگرفته از یکی از اسمای سربازهای فرانسوی است که به وطن خود و به کشور خود بسیار یعنی
افراد داشت در محبت او و در دفاعی از کشور خود محبت بسیار زیادی داشت و افراد داشت. و این شوینیزم در واقع فکریه که بسیار شدید و با افراد ملیگرا هست، یعنی دوست داره کشور را، فقط میگه باید کشور من باشه، یعنی در مقابل کشورهای دیگر، در مقابل ملیتهای دیگر، در مقابل میشه گفت نظامهای دیگر، اینها چیان؟ بسیار متعصبن، یعنی تعصب بسیار شدیدی دارن نسبت به کشور. یعنی اینکه انسان قومش دوست داشته باشه، با قومش محبت داشته باشه، به نژادش عشق بورزه، این مشکل نیست. اما مشکل اینجاست که تو به حق دیگرا، حق دیگرا را تلف بکنی و دیگرا را به حاشیه برانی و بر دیگرا ستم کنی به خاطر محبتی که تو به قومت یا به ملیتت یا به نژادت داری. بدون شک جناب استاد، یعنی از نظر اسلام اگر نگاه بکنین یا قبل از اسلام از نظر انسانی نگاه بکنین، اگر کسی قومیت قوم خود را دوست داشته باشه، کشور خود را دوست داشته باشه، اشکال نداره. اما این شونیزم شیخ میشه گفت که یک فکریه که یک فکریه که محبت شدید داره، یعنی به اندازه محبت داره که حاضر به خاطر کشور هر کاری را انجام بده، هر کاری انجام بده، چی کار خوب باشه چی کار بد، فقط المهم ای که باید به خاطر این کشور و به خاطر این وطن در تمام، حتی اگر به حساب تباهی و بربادی ملل و کشورها و برای اقوام دیگر نداره. تمام شوه، ای برش مشکل نیست. اما مهم ایست که ای کشور یا ای ملت یا ای قوم یا ای نژاد به قدرت برسه و حاکمیت داشته باشه و به تعبیر دیگر مثلا سربلند و سرفراز باشه. اما این که دیگر بهترین نمونهش جناب استاد، بهترین نمونهش هتلره. هتلر چی کار کرد؟ کشور خود را هم تباه کرد بعد از این که مسئله فاشیزم در او وجود داشت. یعنی فاشیزم مراحل خود نازیسم داشت، یعنی این هم، یعنی میشه گفت نازیسم هم شاخه از اینه، شاخه از اینه. بعد از این که این فکره تطور مراحل خود را طی میکنه تا میرسه به شخص هتلر، یهودی ها را هم از بین برد، تا جایی که توان داشت یهودی ها را کشت، از بین برد. آخر چیکار کرد؟ کشور خود را تباه کرد، که جنگ جهانی دوم سبب بر این شد که جنگ جهانی دوم، حتی این فکره به وجود آمد که جنگ جهانی دوم را به وجود آورد، چون تک نظری بود، تک حزبی بود، تک فکری بود، میخواست که خودش باشه، میخواست که دیگران بکشه، از بین ببره، فقط قوم خودش و کشور خودش به وجود داشته باشه. هتلر بهترین نمونه برای اصول و مبنای دوم این فکر فاشیسم که گفتیم شوینیزمه. بهترین نمونه است که خواست به خاطر کشور خود هر کاری انجام بده و هر کاری هم انجام داد، اما سرانجام چی شد؟ کشور خود را به تباهی کشاند و از بین برد. یعنی دو اصل و دو مبنای مهم فاشیسم چیه؟ یکی نجات پرستی هست، یکی نجات پرستی هست، و یکی دیگر ملی گرایی، کشور را دوست داشتن بیش از حد، وطن خود را بیش از حد دوست داشتن، به اندازه ای که حاضر باشه به خاطر او هر کاری انجام بده، به خاطر او هر کاری که دلش خواسته باشه انجام میده، تا اینکه کشورش و همین ملتش. چه مشکل داره امروز؟ هر کس به کشورش عشق میورده و به کشورش علاقمند است و حاضر است برای دفاع از کشورش جانش فدا بکنه. ما قبلا گفتیم که مهم این نیست حالا اینکه شخص بیا دفاع بکنه از کشور خود، یا کشور خود را دوست داشته باشه، یا ملیت خود را دوست داشته باشه، به این مشکل نیست. مشکل در اینه که به خاطر این ملیت خود و به خاطر این کشور خود کارهایی را مرتکب بشه که هتلر مرتکب شد. یعنی کارهایی را دیگرا هضم بکنی، حق دیگرا را از بین ببره، مردم را مد نظر نداشته باشه، افکار دیگر مد نظر نداشته باشه، ملیت های دیگر مد نظر نداشته باشه، نژاد های دیگر مد نظر نداشته باشه، فقط و فقط بگه که باید کشور من در هر جا کشور من باشه. مثلا امروز میشه بهترین نمونه اش رو در امروز اگر ما بگین، مسائلی که میان افغانستان و میان ملت افغانستان ایر توجه داشته باشید، میان ملت افغانستان و میان ملت پاکستان امروز به وجود آوردن، دقیقا همین موضوعه. امروز به خاطر که نظام ها، این دو نظام با هم دیگر مشکل دارن و هر دویشان مشکل دارن، از نظر اسلامی، از نظر بشری، از هر نظر بگین، هر دویشان مشکل دارن، ملت ها را به جان هم دیگر انداختن،
ملت‌ها را به جان همدیگر انداختن. اینقدر تعصبی که امروز یک افغانی نسبت به پاکستانی داره شاید هیچ احدی نداشته باشه. به هیچ کسی دیگر نداشته باشه. و اینقدر تعصبی که شاید پاکستانی نسبت به افغانی داشته باشه نداره. و به همین ترتیب بعضی از افرادی که مثلا در کشور ایران زندگی میکنن، بعضی از ملی گراها یا بعضی از افراد بگین که نجات پرستن یا ملی گرا هستن، چون این دو چیز با هم دیگر فرق میکنه، ملی گرا هستن، حاضر نیستن که حتی نام افغانی را بگیرن یا بله. اصلا با افغانی اصلا بنشینن، یا بعضی افغان ها مثلا اینقدر تعصب به یک ایرانی دارن که اصلا نمیخواد که نام ایرانی را بشنوه، نام ایران را بشنوه. حالا به صرف نظر از اینکه حکومت ها چی کار میکنن و حکومت ها چی کار هستن، منظور من از ملت هاست. بهترین نمونهش اینه، چون رشد دادن، این فکر رشد دادن، که البته ما بحث جداگانه در ارتباط به ناسیونالیسم هم خواهیم داشت، ملی گرایی، که این هم یک بخش مهم از مشکلاتی که و نابسامانی هایی که میان ملل اسلامی وجود داره را تشکیل میده. اما جناب استاد عبدالرحمن فاتح، اجازه بدین که در این لحظات یک توقف داشته باشیم، بریم به سراغ یک میان برنامه. انشالله پس از دیدن این میان برنامه، بیننده های عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود با ادامه بحث فاشیسم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى الله كان بما تعملون خبيرا نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا ما الصحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما بزرگواران هستیم با
بحث تازه این برنامه که فاشیسم است. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس برنامه، قبل از میان برنامه داشتن در ارتباط به تعریف فاشیسم و تاریخ ظهور و اصول و مبانی این ایدولوژی صحبت می کردند و میشه این فکر یا این ایدولوژی یا این مکتب اگر بخوایم به زبان ساده تر بیان بکنیم، حکومت و حکمرانی یک عده از سرمایه دارا بر بقیه اقشار ملت و حق دیگرها را تلف کردن. و اما امروز بیشتر در باد نجات پرستی و قوم پرستی این ایدولوژی تبلور پیدا میکنه و نمودار میشه. جناب استاد، البته ما در هر برنامه از برنامه های بازسازی اندیشه که هدف ما تبیین و آشکار کردن دیدگاه و نظر اسلام در ارتباط با این افکار و این مکاتب است، میخواییم بدانیم که اولین فاشیست کی بود در اسلام؟ چون ما وقت صحبت میکنیم باید هر فکر را در از دیدگاه قرآن و با همو ترازوی قرآن ای را میزان میکنیم و بالاخره میبینیم که آیا این فکر سازگاری و همخوانی با دین اسلام داره و با آموزه های این دین همسویی داره. یعنی اولین فاشیست کیست؟ جناب استاد، اگر به معنای عام کلمه بگیرین، یعنی وقتی فاشیست در ما فاشیزم وقتی که تعریف کردین گفتین یک نظام سیاسی و به همین ترتیب، اون بحث جدایی هست. اما کلمه ای که امروز بیشتر کاربرد داره و چنانچه قبلا هم اشاره کردم بیشتر کاربرد داره برای یک شخص نجات پرست میگن فاشیست. بله بله. یا این فکر نجات پرستی را میگن فاشیسم و بیشتر استفاده کاربردش برای همینه. اگر ما از این زاویه بگیرین، از این زاویه نجات پرستی بگیرین، بدون شک که اولین نجات پرست، اولین کسی که نجات پرستی کرد و قوم پرستی کرد، یا به نجات پرستی بگین از اول چون این دوتا با هم دیگر متفاوته، نجات پرستی کرد، به نجات خود افتخار کرد، شیطان بود. شیطان اولین نجات پرست بود. الله متعال سبحانه و تعالی وقتی که در خلقت حضرت آدم علیه السلام صحبت میکنه و آیات در این مورد الله متعال مطرح میکنه که حضرت آدم را خداوند متعال آفرید و مراحل خلقت حضرت آدم، تا اینجا میرسه که پروردگار متعال به شیطان گفت که آدم را سجده کن، برای عموم فرشتگان گفت و در ضمن آنها چون شیطان هم بود الله متعال گفت که سجده کنید. همه سجده کردن مگر این شیطان و ابلیس سرباز زد، سجده نکرد. بله. الله متعال از او پرسان کرد، گفت که ما منعک الا تسجده اذ امرتک. بله. تو چی چیز مانع شده که من به تو دستور میدم تو سجده نمی کنی؟ چی چیز باعث بری شده؟ از دستور من چرا سر میزنی، سرباز میزنی؟ گفت انا خیر منه، من بهتر از این آدمم، خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی، او را از گل آفریدی، گل کجا و آتش کجا، نجاد من خیلی بالاتر از نجاد آدمه، نجاد من بهتره، این خلقت من بهتر از خلقتی که تو آدم آفریدی. آتش ببین، گل ببین، آدم از گل آفریده شده، من از آتش آفریده شدم. میشه گفت که اولین بنیانگذار، یعنی در تاریخ بشر اولین بنیانگذار این فکره، فکره نجات پرستی یا به تعبیر امروزی فاشیسم بگین، بله، و اولین فاشیست بگین، شیطان بوده، ابلیس علیه اللعنه، ابلیس. بله. بله. و کسای دیگری هم که بعد از این به هر حال به وجود آمدن و این فکره یعنی منتشر کردن و امروز منتشر میکنن، حقیقتا الهام گرفته از طرف، الهام میگیرن از طرف شیطان، شیطان به اینها الهام میکنه، شیطان اینها را میکشه به این طرف که اینها همان روش او را انجام بدن، روش شیطان را انجام بدن، روش نجات پرستی، روش خود بزرگ بینی، روش این که من بهترم از دیگرها. اما فزون خواهی و جاه طلبی و
بله. بالاخره قدرت خواهی و بله کلن همه اینها رو در بر میگیره و این شیطان اولینش بود. بعد از اون که بیاییم به همین ترتیب افراد دیگری در طول تاریخ بشر وجود داشتن که دارای این فکر و این اندیشه بودن. اما بیاین از نقطه نظر اسلامی اگر نگاه بکنیم، مثلا وقتی رسول الله علیه السلام پیامبر بزرگوار ما وارد مدینه منوره شدن و قبل از آن که وارد مدینه بشن، حتی وقتی اسلام ظهور کرد در جزیره العرب و در کل عالم هستی، متاسفانه این فکره وجود داشت. بله این فکره وجود داشت، فکره نجات پرستی که دیگران حقیرتر از منن، دیگران یا قوم پرستی، دیگران از قوم من پسترن، فقط من هستم و قوم من هستن که دارای ارزش و دارای جایگاه هستن و دارای مقام هستن و باید ما باشیم و ما باشیم، حکومت ما بکنیم، حرف اول ما بزنیم، قدرت به دست ما باشه و به همین ترتیب. وقتی رسول الله عقل کل ماییم. بله عقل کل ماییم، فکر هم برای دیگران باید ما بکنیم. دیگران حق فکر کردن هم برای خود مصادره ندارد. میشه گفت عقل و فکر و اندیشه و استعداد و توانایی های دیگر. بله. و منسوب کردن همه خوبی ها به قوم خود یا شخص خود. کاملا درسته. وقتی رسول الله علیه السلام ظهور کردن و دین اسلام ظهور کرد، این فکره را رسول الله علیه السلام از روز اول زیر سوال بردن. وقتی رسول الله علیه السلام در مکه برآمدن برای اینکه دعوت را علنی بکنن، خطاب کردن ای کاکای من، ای ابو طالب، ای فاطمه، ای فلان، اقوام خود را رسول الله علیه السلام بعضا نامهای آنها را گرفتن. شما بدانین که من برای شما کاری کرده نمیتونم الا اینکه شما باید به الله متعال ایمان بیارین. اگر به الله ایمان آوردین تمام مشکلات شما حل میشه. اگر ایمان نیاوردین، حتی اگر کاکای من باشی، برای تو این کاکا بودن تو برای من فایده ای نداره. رسول الله علیه السلام از روز اول مسئله نجات را انداختن دور. اینها ارزش نداره در پیشگاه خداوند، در پیشگاه الله و در پیشگاه در نظر و در فکر و اندیشه اسلامی اینها جایگاهی نداره. بعد از آن هم رسول الله علیه السلام حتی در مکه قبل از این که به مدینه منوره بیایند بر علیه این فکر استادگی کردند. فرق رسول الله علیه السلام در میان بلال و در میان ابوبکر صدیق رسول الله علیه السلام نگذاشتند. درسته که اون از یک نژاد هست، سیاه پوست است، این به هر حال سفید پوست است یا سرخ پوست است، عرب و غیر عرب. بله این عرب یا این عجم رسول الله علیه السلام برای این استاد نشدن، حتی قبل استاد شدن به علی این فکره. حتی میبینیم قبل از اینکه رسول الله علیه السلام به پیامبری مبعوث بشن در حلف الفضول میبینین که رسول الله علیه السلام در حلف الفضول در اونجا چیکار کردن؟ به مقابل همین نجات پرستی استاد شدن. اول اصالتا بگین که این فکره که رسول الله علیه السلام به این گروه خودشان را تشکیل دادن و جز این گروه بودن، به خاطر یک نجات پرستی به وجود آمد که یک فرد غیر عرب، یک مبارزه ضد نجات پرستی، بله یک بیچاره ای که از جای دیگری آمده بود، شخصی میخواست پولش را بخوره، به خاطر که من از برترم این... اما مستحق بله من از اینجا هم برترم، ملتم هست، کشورم هست و به این ترتیب من عربم، تو چی کار هستی؟ تو یک بیگانه هستی، من میتونم که مال تو را بگیرم، به هر حال آن را مصادره بکنم. ولی رسول الله علیه السلام به علیه این فکره استاد شدن قبل از این که به نبوت برسن. بعد از نبوت هم رسول الله علیه السلام به مکه به همین ترتیب به علیه استاد شدن. بعد از آن وقتی به مدینه آمدن، رسول الله علیه السلام اقوام متخاصمی که در میان همدیگر میجنگیدن در تمام سالهای اینا با هم دیگر جنگیده بودند، پدران هم دیگر کشته بودند، فرزندان هم دیگر کشته بودند، رسول الله علیه السلام با ندای این آمدند که انما المؤمنون اخوه، همه شما برادرید، دست از این کارها بردارید. و حتی میبینیم الله متعال سبحانه و تعالی متحد کردن دو قوم بزرگ که در مدینه بله. قبل از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم اوس و خزرج وجود داشتن، به این نقطه اشاره بکنم. بله بله مشرکینی که در مدینه منوره بودن، اوس و خزرج، رسول الله علیه السلام وقتی آمدن، اینها با هم دیگر جنگ ها داشتن. کسی که تاریخ بخونه اینها رو میفهمه، جنگ ها داشتن که حتی بعد از این که مسلمان شدن احیانا بعضی از این حرفها در میان آنها برای یک بار اتفاق افتاده که مثلا ما ثابت داریم که رسول الله علیه السلام آمدن و باز در وسط آنها صحبت کردن که دست از این عصبیت ها و دست از این نجات پرستی ها بردارید. خب به هر حال رسول الله علیه السلام وقتی آمدن، آیه قرآن هست که الله متعال میگه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم.
شما به یاد بیارین که شما با همدیگر دشمن بودین، الله متعال در میان قلبهای شما الفت انداخت، شما را به همدیگر مهربان کرد. و کنتم علی شفا حفرة من النار، شما در کناره آتش بودید و حالا با همدیگر برادر شدید. الله متعال سبحانه و تعالی توسط رسول الله علیه الصلاه و السلام این اقوام را به هم نزدیک کرد. و این اقوامی که در تمام وقت تاریخ آنها را نگاه بکنین، تاریخ طویلی دارن که با همدیگر جنگیدن، همدیگر کشتن و از همدیگر مالها مصادره کردن، از همدیگر غنایم گرفتن، ولی رسول الله علیه الصلاه و السلام آمدن به تمام اینها خط بطلان کشیدن و اینها را برادر اعلان کردن و اینها را در کنار هم کشیدن. و یعنی این از نقطه نظر اسلامه. امروز وقتی برای شما مثل که جناب استاد به دیدگاه اسلام، یعنی اسلام به چه بینیشه و به چه دیدی و به چه نظر به فاشیسم میبینه و مینگره به اشاره کردین، اما برخی ها متهم میکنن که مثلا میگن چهار خلفایی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئولیت مسلمین را به دوش داشتن، میگن اینا از اقوام پیامبر بودند. یعنی چرا غیر از اقوام پیامبر، غیر از عرب ها مثلا قدرت به دست نگرفتن یا خلیفه نشدن؟ این بحث جدایی هست، ولی مشکلی نداره، این بحث جدایی هست. ما میدانیم که جناب استاد حتی بعضی مثلا فکر شیعه بگیریم، فکر شیعه یک فکر منحرف، با وجود این فکر منحرف هم با ما متفقه که اینها بر اساس شورا انتخاب شدن. وقتی مردم آمدن اینها را انتخاب کردن، ما چرا کاسه دختر از آش بشین؟ وقتی مردم اینها را انتخاب کردن، شورا شده، بر اساس شورا مردم اینها را لائق دانستند. مردم اینها را لائق دانستند و فهمیدن که اینها میتونن رهبریت امت اسلامی را داشته باشن. وقتی مردم خودشان جمع شدن و خودشان انتخاب کردن، حالا دیگه ما بیاین بعد از 1400 سال بعد بیم کاسه دختر از آش بشیم که بله، این چرا اقوام پیامبر باز چرا اقوام پیامبر به هر حال به خلافت رسیدن یا به جای رسیدن؟ اگرچه این کلمه هم خیلی درست نیست، ابوبکر صدیق خسر رسول الله علیه السلام هست، پدر زن رسول الله هست، ولی وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خلافت میرسه یا مسلمان ها او را به شورا او را انتخاب میکنن، کاکای پیامبر زنده، عباس زنده. خب ما میخواستم به این نقطه، یعنی اگر اونها خدا نخواسته، خدا نخواسته نعوذ بالله به این فکر باور میداشتن و معتقد میبودن، باید ابتدا عباس کاکایشان باید به این منصب میرسید و پسر عمویشان عباس یا علی رضی الله تعالی عنه یا حسن یا حسین یا دیگران از اقوام نزدیک آن حضرت صلی الله علیه و سلم باید این منصب به عهده می گرفتند، نه افراد دورتر. یعنی ما می بینیم که حتی مثلا اسامه ابن زید مثلا وقتی که فرماندهی یا سرلشکری سپاه اسلام به عهده می گیرن، کی بود؟ یک عبد بود ابتدا، با سن بسیار کم. بله، بعد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما خیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم با ایشان محبت داشتن. جناب استاد اگر یعنی شخصی خواسته باشه از نظر اسلام، دین اسلام یا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم متهم به فاشیست بودن بکنه، فکر میکنم یک جفای بسیار بزرگی میکنه. و نه که فکر میکنم، بلکه 100% مطمئنم که انسان منصف نیست. انسانی که منصف باشه، یک بار جزیره العرب قبل از رسول الله علیه الصلاه و السلام، قبل از آمدن اسلام مطالعه بکنه و قبل از اسلام آگاهی در مورد جزیره العرب پیدا بکنه و در مورد وضعیت این مردم پیدا بکنه، بعد بیایه در داخل اسلام داخل بشه و در اسلام بیایه مسائل بخونه، آیات قرآن بخونه، تاریخ اسلام رو، به شرطی که از دید مستشرقین نخونه، از دید اسلام بخونه. چون ما امروز داریم کتاب‌هایی که به نام مسلمان‌ها نوشته شده، حتی در سیرت رسول الله علیه السلام کتاب‌هایی نوشته شده و در اونها مسائل جا زدن. وقتی ما فرد در می‌خوانیم که فرد کی هست، می‌بینیم فردیه که استادش یک مستشرق بزرگ، یک خاورشناسه، خودش یک خاورشناسه، ضد اسلام کار می‌کنه. همچنان که به سیرت پیامبر ما کتاب نوشته، به ضد اسلام هم کتاب نوشته و ضد پیامبر هم کتاب نوشته. خب ما چگونه انتظار داشته باشیم که ای بیای مسائل مطرح بکنه که به نفع اسلام باشه؟ بدون شک مطرح نمی‌کنه. اینها از روی
عمدی و قصدی این کارها را انجام میدن. هدفم این بود که اگر فردی بیایه، فرد منصف باشه، و دارای یک فکر مستقل باشه، فکرش را کسی دیگه نکنه، چون بعضی از مردم هستن فکرش را کسی دیگه میکنه برایش، هرچی که او برایش دیکته بکنه همون فکر میکنه. نه، یک فکر مستقل داشته باشه، منصف باشه، بیای تاریخ قبل از اسلام یک بار مطالعه بکنه، بعد بیای تاریخ اسلام مطالعه بکنه، آیات قرآن مطالعه بکنه، احادیث رسول الله علیه السلام مطالعه کنه، آن وقت میدونه که در یک خطای بسیار بسیار بزرگی در واقع افتاده. یعنی اگر میخواه فاشیسم از دیدگاه اسلام بدانه، باید با آیاتی که مربوط به عدم سجده ابلیس به آدم میشه به او مراجعه کنه، به آیه سوره حجرات مراجعه کنه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل، یا به حدیثی که لا فضل للعربی علی العجمی، یا به حدیثی که مثلا با یکی از صحابه فکر کنم ابو ذر باشه که میگن انکم رؤم فی کل جاهلیه، وقتی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را به چیز متهم میکنه. شیخ، یعنی غیر از اینها، آیات فراوان، غیر از این که شما ذکر کردین، آیات فراوان و احادیثی وجود دار، احادیث فراوان وجود داره که اصلا نمیشه آنها را حساب کرد انسان. و یا اینکه در تاریخ ما از این وقایع زیاد داریم که رسول الله علیه السلام دفاع میکنن، میان بر سلمان میگن که سلمان اهل بیت منه، سلمان از فارسه، اصلا ربطی به عرب نداره، رسول الله علیه السلام میگن این جزء اهل بیت منه، یا سلمان از ما اهل بیته. خب ما وقتی که جناب استاد به آیات قرآن و احادیث رسول الله علیه السلام مراجع میکنین، این موضوعات وجود نداره. مثلا اجازه بدین که آیه که شما گفتین سوره حجرات، آیت 13 سوره مبارکه حجرات، الله متعال میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم، از یک نر و ماده آفریدیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را قبیله قبیله و شعب و ملت ها گردانیدیم تا اینکه شما چکار بکنین، همدیگر را بشناسید. این هدف از این گروه گروه و ملت ملت یا قبیله قبیله یا نجات نجات خلق کردن الله، هدف از معرفت و شناسایی فی ما بین این هاست. بله، هدف از اینها، حتی هدف از نام ها، نام شما چیست؟ محمد نواز. محمد نواز، اسم من هست عبدالرحمن. اگر ما نام نمی داشتین، کسی میخواست ما را صدا بکنه چی میگفت؟ یا به تعبیر چی میگفت اصلا؟ چی صدا میکرد؟ من فکر میکردم مرا صدا میکنه، شما فکر میکردین شما را صدا میکنه. برای معرفت و برای تعارف، برای شناسایی. برای اینه که ما همدیگر را بشناسیم. باز بعدش ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یک اصل و قاعده کلی الله متعال میگذاره، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همین آیه، همین بخش آیه را، شما سبحان الله، همین بخش آیه را جناب استاد، همین بخش آیه را یک شخص منصف بگذاره در جلو روی خود، ببینین چی در میای از این. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به تحقیق و بدون شک، ان کلمه تاکید، الله متعال تاکید میکنه، ان اکرمکم بدون شک و بدون هیچ تردیدی اکرمکم. باز در اینجا باز الله متعال سبحانه و تعالی سیقه اکرم، بله، که مکرمترین شما، بهترین شما، خوبترین شما، با ارزشترین شما، و یا با هر لفظ دیگری که بگین، عند الله، در نزد الله اتقاکم با تقواترین شماست. هر کس تقوای بیشتر داشته باشه در نزد الله متعال ارزش داره، از هر ملتی که باشه، از هر قومی که باشه، از هر قبیله، از هر زبان، از هر جغرافیایی که باشه، اما همون ارزش داره. ملاک اصلیش تقوا و ترس از خداوند. بله، الله متعال در اینجا میگه عند الله، در نزد الله، یعنی چی؟ یعنی ای که اگر در دید شما انسان ها احیانا یک فرد بد معلوم میشه، یا شما خوشتان نمیایه و از فلان ملت هستین و از فلان گروه هستین و از فلان زبان هستین و به همین ترتیب، اگر شما از هر جایی که هستید این را بدانید که در نزد الله متعال با تقواترین شما با ارزش تره،
یعنی هر کس تقوا در پیشگاه الله متعال سبحانه و تعالی داشته باشه، همان در نزد الله متعال با ارزشه و در نزد انسان ها هم همین انسان باید با ارزش باشه، در نزد انسان ها هم همین فرد باید با ارزش باشه. و ما در این مورد احادیثی هم داریم، مثلا به یک حدیث اشاره میکنم، احادیث فراوانه در این مورد که رسول الله علیه الصلاه و السلام اشاره میکنن به این موضوع. این احادیث را به خاطر این میگم جناب استاد که باز همان اندیشه ای که شما گفتیم در ذهن بعضی ها باقی نمانه که بله رسول الله علیه السلام یا پیامبر نعوذ بالله قومگراه بوده یا نجات پرست بوده، نعوذ بالله. رسول الله علیه السلام چی میگن؟ یا ایها الناس، ای مردم، الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، پروردگار شما یکی است، پدر شما یکی است. الا بدانید، لا فضل لعربی على اعجمی، هیچ عربی بر هیچ اعجمی فضیلت و برتری نداره. غیر از عرب اعجم میگن در اصطلاح عربی، بله غیر عربی. ولا لعجمی على عربی، و هیچ اعجمی هم بر عربی برتری نداره. امروز ما متاسفانه میبینین عرب ستیزی یا بگین عجم ستیزی، ولی عرب ستیزی بیشتر چون در میان ما فارسی زبان هاست، من به این واسطه این اصطلاح را به کار بردم و این یکی از اهداف شومی است که متاسفانه از طرف مستشرقین بر بعضی از سکولارها یا بگیم بر عموم سکولارها در فکر سکولارین متاسفانه وجود داره. چون مسئله عرب ستیزی، یعنی مسلمان ها را وقتی منبع و مصدر و مصدر و منبع اصلی اسلام چون قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به زبان عربی است، میخوان مسلمان ها را از زبان عربی دور کنن. با دور کردن مسلمان ها از زبان عربی از این دو منبع تشریع اسلامی میتونن که بسیار ساده و آسان مسلمان ها فریب بدن. بهترین نمونه که امروز هم تلاش میشه برای عرب ستیزی در جوامع فارسی زبان، مخصوصا در ایران، در ایران امروزی، در ایران، در غیر از ایران، چرا مثلا امروز در ایران، چرا امروز مثلا طی چند صد سال، چرا ایرانی که همش فارسی زبان بود و همه اینها علمای ادبیات عرب، علمای حدیث، علمای تفسیر زیاد ما از سرزمین فارس داریم، چرا اینها مثلا رفتن به مذهب رفض پیوستن؟ بله، یا بله، ملحق بله. شدن یا این مذهب قبول کردن، این از روی اجبار و از روی ایجاد فاصله میان عرب و میان غیر عرب بود. امروز جناب استاد بیشترین تلاش میشه، مثلا شما مثلا تاجیکستان، رسم الخط تاجیکستان امروز رسم الخط عربی نیست، رسم الخط ترکیه امروز رسم الخط عربی نیست، اینها را تغییر دادن، اینها را تغییر دادن. و امروز در افغانستان هم، در کشور افغانستان هم تلاش به همین میشه، در ایران هم همچنین کسایی که مثلا ادبیات فارسی میخوانن یا ادبیات دری میخوانن در این فاکولته ها و در این دانشکده ها متاسفانه تلاش میشه بر این که در فکر این محصل بخوانن، در فکر این دانشجو بخوانن که بله باید ما اصلا زبان عربی را از زبان فارسی پاک بکنیم، از زبان عربی پاک بکنیم. حتی بعضی از نوشتاری کلمات کسایی که در این فاکولته ها یا در این دانشکده ها درس خواندن میدانن این موضوع را، حتی جناب استاد کلماتی را و حروفی که در آنها شائبه عربی بودن هست اونها را تلاش میکنن که بگردانن به کلمه، مثلا ساده به سین بگردانن، اصلش ساده ولی میخوان همین را سین بکنن و به همین ترتیب آهسته آهسته. و شما امروز میبینین مثلا در میان جوانها کسایی که خودشان را یعنی فردی میدانن که یعنی ما چیز متمدنیم، چیز فهمیم. حالا توهین به همه نمی کنم و توهین نیست، حقیقتیست، بیان حقیقته. مثلا وقتی ما در مطالب فیسبوکی آنها برین، در مطالب اینترنتی آنها برین، حتی در مسیج دادن آنها از رسم الخط عربی یا از رسم الخط فارسی، از الفبای فارسی استفاده نمی کنن، از الفبای انگلیسی استفاده می کنن. یعنی اصلا می خواهند که این رسم الخط برای مردم بیگانه بشه. وقتی که مردم از این رسم الخط بیگانه شدن، دیگه قرآن خواندن نمیتونه درست قرآن بخونه، چون قرآن با زبان عربی احادیث رسول الله علیه السلام نمیتونه بخونه و به همین ترتیب مشکلات دیگری، حتی شاید کلمه خود را هم لا اله الا الله محمد رسول الله را هم درست نتونه بخونه و به همین ترتیب
ادامه این حدیث جناب استاد رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن که لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی، هیچ فرد عجمی غیر عربی بر عربی فضیلت نداره و هیچ فرد عربی بر عجمی یعنی غیر عربی فضیلت و برتری نداره. ولا لأحمر علی اسفت، حالا درسته که این سیاه پوست به هر حال فضیلت و برتری اینها با هم دیگر ندارن که این فرد سفید پوست باز بیه با سیاه پوست به هر حال بجنگه که بله من سیاه پوست، من سیاه پوستم تو سفید پوستی، اون بگه من فضیلت دارم این بگه من فضیلت یعنی دارم. سرخ پوست یا سفید پوست بر سیاه پوست هیچ فضیلت و هیچ برتری نداره. ولا اسود علی احمر، و هیچ سیاه پوستی هم بر سفید پوستی فضیلت و برتری نداره الا بالتقوا. باز همینجا یک قید گذاشته، همون قیدی است که در آیه 13 همه سوره مبارکه حجرات کشت، در اونجا بود که الله متعال گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در اینجا هم میگه الا بالتقوا، مگر به تقوا. اگر انسان متقی بود، پرهیزگار بود، فرق نمیکنه سیاه پوست باشه، فرق نمیکنه سفید پوست باشه، فرق نمیکنه عرب باشه، فرق نمیکنه عجم باشه، فرق نمیکنه هر کاری که میخواد باشه، هر فردی که میخواد باشه، المهمی که تقوا داشته باشه، تقوا داشته باشه در پیشگاه خداوند متعال عزیزه و الله متعال بر او فضیلت و برتری میده. این دیدگاه اسلام جناب استاد. بسم الله که فضل و برتری انسان بر انسان دیگر یا مسلمان بر مسلمان دیگر میزان تقوا و میزان خدا ترسی و میزان عمل کردن به دستورات الهی و دوری جستن از آنچه که الله جل جلاله از آن نهی کرده است به ارتباط داره. بله، آیات قرآن و احادیث رسول الله علیه و سلم همین را. آن آدم در هر نمازی خود را بپوشانید و بیارایید و نیز بخورید و بیاشامید و اسراف و زیاده روی نکنید، همانا الله اسراف کنندگان را دوست ندارد. نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه بازسازی اندیشه بحث فاشیسم. از کارگردان عزیز برنامه تقاضا میکنیم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنن و دوستان و علاقمندان و بینندگان عزیز و گرامی که مایل هستن در ارتباط با موضوع فاشیسم با ما صحبت داشته باشن یا نظر داشته باشن یا اضافه داشته باشن را میتونن از طریق تماس های تلفن هایی که انشاءالله زیرنویس میشه مطرح بکنن. خب جناب استاد گرامی، قبل از میان برنامه شما داشتید در ارتباط به دیدگاه اسلام در قبال این ایدولوژی و این مکتب فاشیسم یا مکتب نجات پرستی و قوم پرستی که واقعا یکی از اسباب و علل عمده بروز جنگ جهانی دوم بود که باعث تباهی زیاد انسان، باعث تباهی انسان‌های زیاد در کره خاکی گردید شد. و حالا میخوایم جناب استاد در ارتباط به می وقت بحث از تباهی و کشتن شد، میخوایم در ارتباط اگر در کشور مثلا از طرف بعضی از سردمدارای، بعضی از نجات پرستای، بعضی از قوم پرستای، باز هم این مکتب و این ایدولوژی در کشور یا در جغرافیای پیاده شود، این فکر و این مکتب و این ایدولوژی
چه ضررها و پیامدهای منفی را در قبال خواهد داشت. حقیقتا این فکر جناب استاد چیزی جز تباهی و بدبختی و بربادی به وجود نمیاره. اولین بدبختی که به وجود میاره مسئله تفرقه هست. تفرقه در میان ملت به وجود میاره. یا مثلا وقتی در میان مسلمان ها بیاین در میان ملل اسلامی تفرقه به وجود میاره. همین فکر فاشیزم بود که ملت مسلمان را تک تک کرد، پارچه پارچه کرد. مسئله تجزیه کشورها به وجود آمد. کشوری بشه به نام افغانستان، کشوری بشه به نام پاکستان، کشوری بشه به نام ایران، کشوری بشه به نام عربستان، کشوری بشه به نام فلان، اینها هر کدام برای خود قدرتی بشن و هر کدام برای خود قدرتی به وجود بیان. اگر اینها زیر یک سلطه می بودن و زیر یک قدرت می بودن، این حالتی که امروز ما می بینین این حالت به وجود نمی آمد. و این نظام فاشیزم یا این نظامی که یکی از اصول و مبانیش مسئله نجات پرستی هست، ما را که بدبخت کرده تفرقه در میان ما ایجاد کرده. این تفرقه در میان ما به وجود آمده و تمام بدبختی های امروز باز بدبختی های دیگری که میبینین که بالای این بدبختی هست که بدبختی تفرقه هست، بدبختی های دیگری که به وجود آمده، همه اینها به جهت همینه، به جهت تفرقه هست. چون در میان امت اسلامی در میان مسلمان ها تفرقه ایجاد کردند و هر ملتی که غیر از ملت اسلامی، هر ملتی که این مشکل برایش به وجود آمده، این مشکل فاشیزم در میانش بوده یا این نظام فاشیزم بر او حاکم بوده، از بین رفته، تباه شده. چون ملت از هم جدا میشن. ملت باید با همدیگر هماهنگ باشن، همدست باشن، همصدا باشن. اگر هم فکر نیستن حداقل ظاهراً امت را تشکیل بده. بله. اگر هم فکر نیستن حداقل همصدا باشن. همکار باشن با همدیگر. اما فکر اسلامی خوبیش اینه که هم فکر هم هستند. هم فکر باید باشن، هم صدا باشن، همه بر علی به یک نفر جمع بشن، هرچی او بگه تابعیت بکنن. و هیچ کسی بر دیگری برتری نداره. برتری نداره. حاکم و محکوم همه یکی هن. یک برابر هستن. همه همدیگر را یکی، یعنی همدیگرشان را، این خود را خادم به این میدانه. همه برای تطبیق اسلام، برای انتشار اسلام، برای خدمت به اسلام، برای خدمت با این دین گام برمی‌دارن. درست؟ بله، کاملا درسته. خواستار گرامی، اگر اجازه بدین من یک دو مکالمه میگیرم پس برمیگردم خدمت شما، چون بیننده های پشت خط هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. من سوال دارم، چرا که در فلسطین یهودی ها خیزم بد خرد کورو میرن، خونه مسلمان خراب میکنن، از سال 1967 میلادی تا حالا زیاده از 5000 خونه خوردن فلسطینی را هیچ که حقوق نداره از اون چی شده هواش فضیل است. این از فاشیسم بد نیست؟ طبعا فاشیسم است. کسی این کار کرده نمیتونه که کاری که امروز در فلسطین جریان داره فاشیستی، نظام فاشیستی صهیونیسم در اونجا حکم فرماست و جز برتری قومیت یهود چیز دیگر را نمیخواهد. میخواهد که همه چیز در دست یهودی ها و در دست صهیونیست ها باشه. در این کسی شک ندارد. گفتنی دیگری هم دارین بیننده گرامی؟ برای که عرای شرون میگفت این سال افتاده وزیر دفاع اسرائیل میگفت تمام فلسطینی را از گواره تا کلون سرشا مصد نیست میکنه. اما نتانیاهو میگه حوضی که مسلمان ها مثل یک حیوان خیشنگ میگه، روسی قدی خیشنگ میگه، سرحده ها روسی قدی خیشنگ نگه، مثل حیوان مسلمان ها حیوان حساب میکنه این یهودی خیلی ها. تشکر بیننده گرامی، تشکر از شما. انشاءالله. بیننده بعدی، سلام علیکم، خود معرفی بکنین. سلام علیکم بیننده گرامی، شما وصل هستین بیننده عزیز، بفرمایید. من از بلوچستان تماس میگیرم. ببخشید موضوع برنامه شما رو نگرفتم که خودم معرفی کنم. بیننده گرامی، موضوع برنامه ما فاشیسم است که میشه اگر بخوایم به ساده ترین عبارت تعریفش بکنیم همانا
نجات پرستی و برتری خواهی یک قوم یا یک گروه یا یک مجموعه بر بقیه افراد یک ملت. بفرمایید. خب این بیننده فکر کنم که ارتباطشان با ما قطع شد. برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. استاد بفرمایید، در خدمت شما هستیم. با دوباره بحثتان را ادامه بدین. اگر در ارتباط به صحبت دوست ما که از تاجیکستان بودن اگر تعلیقی دارین در خدمت هستیم، و الا بحثتان را که بحث ضررهای این مکتب بر جامعه بود ادامه بدین. وضعیتی که امروز جناب استاد در فلسطین اتفاق میفته یکی از ضررهایی است که در حقیقتاً از فاشیسم به وجود آمده. اولا اینکه ملت یهود و یا بگین اسرائیل که امروز به نام اسرائیل مسمى هست کشورش، یک ملت، یک حکومت و نظام فاشیسمیه. یعنی فاشیستن اینها همه‌شان. و علنی اعلان میکنن که مسلمان ها اصلا به رسمیت نمیشناسن، اصلا انسان فکر نمیکنن، در حالی که کشور را دزدیدن، غصب کردن از مسلمان ها. اگر اینو کشور دزدیه یهود از سراسر دنیا جمع نمیکردن. بله، امروز یهودی که از ایران میره به اسرائیل، یهودی که از اتیوپیا، امروز جناب استاد من خبر دیدم، خبر جدیدی امروز خبر دیدم که حتی اسرائیل یهودی های یمن را میکشه رو به طرف اسرائیل. طبعا. این خبر جدیده، امروز این خبر را دیدم برابرم. این روند از خیلی ها سالهای دیر به ایسو روند ادامه داره، و شاید شما در بعض خیز رسانه های یهود افغانستان هم دیده باشین که تا حال هم به مو زبان فارسی تکلم میکنن، و حتی برخی از عادات و رسوم و عنعنات افغانستان هم حفظ کردن، و حتی برخی از اینها فکر کنم یکی از افراد سازمان اطلاعات کل یا سازمان امنیت اسرائیل هم که معاون این سازمان است از یهودهای افغانستان است، و یهودهای ایران هم در رده های بالای قدرت در اسرائیل حاکم هستند. خب بفرمایید استاد. خب میشه گفت که یکی از ضررها اینه که امروز این اتفاق افتاده. اگر مسلمان ها امروز با هم دیگر می بودن، هم صدا می بودن، امروز این وضعیت اتفاق نمی افتاد. یکی در تاجیکستان برای فلسطین گریه میکنه، یکی در ایران برای فلسطین گریه میکنه، یکی در افغانستان گریه میکنه، یکی در یک کشور دیگه اسلامی دیگر گریه میکنه، و 1.5 میلیارد مسلمان نمیتونن که در مقابل چهار فرد بسیار معمولی که حقیقتا در مقابل مسلمان ها اسرائیل هیچ است. یعنی حقیقتا هیچ است، نمیتونن که جلو اون را بگیرن که این اوضاع و این حال را به سرمان نیار. حتی بعضی از مسلمان ها وقتی حرف فلسطین میزنین یا حرف سوریه را میزنین، میگه من چی کار دارم، مرا به فلسطین چی، مرا به سوریه چی. برای علتش چی است؟ علتش فکر کنم جناب استادی است که اینها را بین خود درگیر کردن، یک بله. نوع فاشیسم در میان امت به وجود آوردن. مثلا عربی میگه مرا به فارسی چه غرض، بله. فارسی میگه مرا به کردی چه غرض، کرد است، کردی میگه ترک است، ترک میگه این بلوچ است، بلوچ میگه این نمیفهم تاجک است، تاجک میگه این پشتون است، پشتون میگه این لور است. اما این فکر اسلامی نیست. این فکر اسلامی نیست جناب استاد. این فاشیسمی در این ایدولوژی فاشیسم در میان امت اسلامی از طریق رسانه ها داره نهادی نمیشه، و به خاطر تفکیک و به خاطر چند دستگی و چند پارچه کردن امت اسلامی. اجازه بدین جناب استاد ما در همین مورد یک حدیثی از احادیث رسول الله علیه السلام بگم. یکی از معجزات پیامبر علیه السلام، سر و جان همه من و شما فدایشان باد. آمین. ببینین که رسول الله علیه السلام چی میگن. حدیثی که ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه رسول الله علیه السلام گفتن که به زودی بر سر شما امتها از تمام عالم میآیند، مثل که شما به سر یک کاسه قضا بگم شما جمع میشین، مثل که شما سر یک سفره جمع میشین، همه کفار از تمام افق جمع میشن بر شما. یعنی گویا که شما مسلمان ها در کاسه هستین و همه میخوان شما سفره این، همه میخوان حصه خود سهمی خود بر بگیرن. بله دقیقاً این حرف رسول الله علیه السلام امروز مشاهده میشه. صحابه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله امن قلت بنا یومئذ، یا رسول الله یا ما در روز کمین، ما کمین که این حالت به سر ما میاد که همه بیان بر سر ما بریزن و ما خواسته باشن بکشن و بخورن و به هر ترتیبی که با ما خواسته باشن رفتار بکنن. رسول الله علیه السلام گفتن نه، انتم یومئذ کثیر، شما در این روز بسیار زیادین.
ولكن تکونون غثاء که غثاء سیل. شما مانند دمی خس و خاشاک روی سیل هستیم. متفرقین، کسی به فکر کسی دیگر نیست. شما اگر خس و خاشاک روی دریا ارزشی ندارین، چون یک دست و متحد و یک پارچه با هم یک جا باشین. سیل که بیایه خس و خاشاک به هر طرف میبره، یکی به این طرف میبره، یکی به این طرف میبره. این دشمنان بر شما حمله میکنن و شما زیاد هستین، نه که کم باشین، اما شما اتفاق ندارین در میان خود. بازم به این از معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله دیگر هم میگیرم یک مکالمه. السلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ الو. بیننده گرامی، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید خود معرفی بکنین، اگر صحبتی در ارتباط به موضوع برنامه دارین در خدمت شما هستیم. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین. بیننده گرامی، تلاش کنین صدای تلویزیونتان خاموش کنین، ببندین صدای تلویزیونتان، از طریق تلفن، از طریق گوشی تلفن با ما باشین. نمیدونم بکنم، ولی سوالی دارم میخوام به شما بگم. بفرمایید. سوال من اینه که در باره مشایخ نقشبندیه توضیح بدید. تشکر. به این سوالتان بیننده گرامی، این سوال برمیگرده به برنامه آن روی سکه یا برنامه پرسش و پاسخ. در او برنامه انشاءالله به این سوالتان پاسخ داده میشه و حتی میشه انشاءالله در برنامه جایگاه سنت هم تماس بگیرین و این سوالتان توضیح داده میشه. تشکر از شما. میرم به سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. مثل که قطع شد بیننده بعدی ما چون دیرتر. خوب استاد، برمیگردیم به استودیو، خدمت شما داشتیم در ارتباط به ضررها و پیامدهای منفی. بله جناب استاد، گفتیم وقتی که تفرقه ایجاد بشه، شکست و زبونی برای مسلمان ها یا برای امت دست میده. حالا چی امت اسلامی باشه چی غیر امت اسلامی، چون درد ما امروز امت اسلامیه و طرف سخن ما هم بیشتر امت اسلامی هستن. ما این مسائل را میگیم تا امت اسلامی آگاه بشن، بدانن که علت شکستشان در چیست. رسول الله علیه السلام در این حدیث صراحتن میگن که شما کم نیستید، دشمنا بر شما حمله میکنن، علتش هم اینه که شما متفرق شدین، شما فاشیست میشین همه شما. هر کس به فکر خود است، هر کس به فکر نجات خدا، به فکر نجات خود و به فکر زبان و به فکر بالاخره سمت است، به فکر سمت خوده. که به همین ترتیبه که خیلی راحت اگر ما به عنوان یک ستون محکم باشین، هر سیلی بیای ما رو میتونه از جا بکنه. اما اگر خس و خاشاک باشین، چون اگر ما از هم جدا بشین خس و خاشاک میشین، خیلی راحت دشمن میای همه ما رو از بین میبره. امروز این رو از بین میبره، فردا اون رو از بین میبره، پس فردا اون رو از بین میبره. این دست میزنه برای کافر، برای او که میگه خوب شد که این رو از بین برد، باز اون که فردا اون رو از بین، باز به یکی دیگه دست میزنه میگه خوب شد که از بین برد. و ما امروز این موضوع را متاسفانه در جهان اسلام میبینیم جناب استاد، مشاهده میکنیم. این تفرقه باعث بر این شده که مسلمان ها ضعیف بشن، بیچاره بشن. مثلا در سوریه امروز مسلمان ها ببینید چقدر قتل عام میشن. حکومت رافیزی و مشرک ایران همراه کسای دیگه که با اون همکارن، ببینید چی وضع او حاله، چی وضع او حال امروز به سوریه انداختن. اسرائیل چی وضع او حال امروز به فلسطین انداخته، به افغانستان، به عراق، به دیگر کشورهای اسلامی، ببینید چی وضع او حال است. در میانمار چی میگذره؟ عجیبه که جناب استاد وقتی در مثلا در افغانستان حرفی، در افغانستان حرفی از فلسطین زده میشه یا حرفی از سوریه زده میشه، یک عده مردم که متاثرند از رسانه های سکولار، متاثرند از رسانه هایی که فکر استشراق را برای مسلمان یا فکر خاورشناس ها را در میان مسلمان ها منتشر میکنن، همین فکر جدایی مسلمان ها از همدیگر یا جدایی یا اصلا فکر فاشیستی متاسفانه دارند. امروز وقتی که حرفی از کشورهای اسلامی زده میشه یا دردی از دردهای امت اسلامی در جای دیگه گفته میشه، میبینی که یک نفر برمیخیزه مرا چی ربطی داره به کشور فلانی. حتی ولایاتی که در کنار همدیگر هستن، استانهایی که در کنار همدیگرن، اگر در یک جا اتفاق بیفته جای دیگر خود را بیپروا داره. حتی اگر به همسایهش اتفاق بیفته خودش را بیپروا داره، در حالی که این فکر اسلامی نیست. فکر اسلامی اینه که در هر گوشه دنیا مسلمانی
به مشکل گرفتار بشه، همه مسلمان ها در حقیقتا مشکل دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن المؤمنون کرجل واحد، مسلمان ها مثل یکیان، مثل یک نفرند. اگر سرش درد بگیره تمام وجودش ناآرامه، اگر دستش درد بگیره تمام وجودش ناآرامه. یک جسد و یک بله، عضو تشبیه بله داره. همه چنان جسد الواحد بله بله. و به همین ترتیب جناب استاد، این اتفاق و اتحاد در میان مسلمان ها از بین میره، این نظام فاشیزمی متاسفانه که بگین اتفاق را از میان مسلمان ها میبره. وقتی اتفاق از میان مسلمان ها و از میان امتی رفت، اون امت سرانجامش شکست است، سرانجامش خاری و ذلت و زبونی است و این که باید زیر استعمار دیگرا بره و تحمل بکنه. خب اجازه شما باز هم یک مکالمه را میگیرم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما از ایران صحبت میکنیم. از هرات یا از ایران؟ از ایران، از ایران. بفرمایید بیننده گرامی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بخشش میکنم ما بپرسم موضوع شما در چی بار است؟ خب بیننده گرامی، چون ما از ابتدای برنامه هم گفتیم بیننده هایی که تماس میگیرن ابتدا از موضوع برنامه باید آگاه شن. موضوع برنامه فاشیسم است، یعنی تقریبا میشه گفت نجات پرستی. اگر در ارتباط صحبت دارین در خدمت شما هستیم، و الا اگر شما از ابتدای برنامه میدیدین انشاءالله که صحبت خاط داشتین. بفرمایید، باز هم در خدمت هستیم. خب قطع شد. من از بیننده های عزیز و گرامی که تماس میگیرن تقاضا میکنم که ابتدا وقت تماس میگیرن مستقیما صحبت شروع بکنن و قبل از او صدای تلویزیون خود خاموش کنن و از طریق تلفن با ما در تماس شون، چون نه وقت خودشان ضایع شه و نه وقت ما، و کسی که تماس میگیره لااقل از موضوع برنامه آگاهی داشته باشه که بتونه در ارتباط به برنامه صحبت بکنه. خب من یک مکالمه دیگر هم میگیرم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بیننده گرامی بفرمایید، در خدمت شما هستیم، خود معرفی بکنین، صدای شما داره پخش میشه. الو. بله بیننده گرامی، صدای تلویزیونتان رو ببندین، از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ عارف سلام خسته نباشید، دارم خدمت اساتید گرامی. سلامت باشین بیننده گرامی، بفرمایید. بنده علی یوسفی از جرمنی تماس گرفتم. علی یوسفی بفرمایید، در خدمت شما هستیم، اگر در ارتباط به موضوع برنامه گفتنی دارین. موضوع برنامه شما را دارم دنبال میکنم. سوالی داشتم اینه که خواستم بگم. بفرمایید صدا شما. درسته، قبول دارم و بنده راه حل میخواییم، میخواییم راه حل بسته باشیم، راه حل برای بیرون رفت از این مشکلات. درست درست، تشکر تشکر بیننده گرامی، انشاءالله. تشکر آقای علی، علیکم السلام. بیننده بعدی، سلام علیکم. سلامت باشین بیننده گرامی، بفرمایید، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ من آسمانی هم و سرباز نظام عثمانی. خب آقای عثمانی بفرمایید، در خدمت هست. خیلی برنامه شما را دوست دارم، که قبلا این برنامه شما تو عرب ساس نبود، الان اومده تو عرب ساس، بلو صداش نمیاد، مشکلش زیاد. نفهمیدم بیننده گرامی، دوباره میگم این برنامه شما قبلا تو عرب ساس نیومده بود، الان عرب ساس اومده بدون صدای، مشکلش کمی صدا نداره، چند روز اومده الان مشکلش چیه؟ درست است، من انشاءالله این موضوع را با بخش فنی شبکه انشاءالله در میان میگذاریم، ببینیم که مشکل چی است. تشکر، برنامه خوبتون. تشکر، تشکر بیننده گرامی، تشکر. بیننده بعدی، سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی، صدای تلویزیونتان رو ببندین، مستقیما از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین.
خب واسه نشد. بفرمایید بینید گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام، بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ یک سوال دارم جواب. سوال انشاءالله که در ارتباط با موضوع برنامه باشه در خدمت هستیم، بفرمایید. ارتباط در موضوع نیست خب ما سمین جواب میگردونده. بیننده گرامی، اگر سوالتون در ارتباط به مسائل شرعی و مسائل فقهی باشه، شما میتونین به برنامه پرسش و پاسخ که روزهای دوشنبه از ساعت 4:30 تا 6:30 به وقت مکه مکرمه پخش میشه گوش بتین و سوالتون مطرح کنین. تشکر از شما. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بنده رئیسی خوزستان تماس. آقای رئیسی فکر کنم، آقای رئیسی از خوزستان، بفرمایید در خدمت شما هستیم. از بلوچستان. از بلوچستان، بفرمایید. پوزش می طلبم. بنده خدا چیز می کنم صحبت. بفرمایید. موضوع با هفت بنده بسیارم از شما، خیلی خوشحالی برنامهتون زیاد زیاد پر. تشکر بیننده گرامی. صدای شما چون قطع وصل میشه، من میرم سراغ دو بیننده بعدی انشاءالله و مکالمات تمام میکنیم انشاءالله. سلام علیکم بیننده بعدی، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. خب من از بیننده هایی که ابتدا من از آغاز برنامه و تا هر برنامه ما تذکر میدیم که تلاش شوه که وقت با برنامه در تماس میشین از طریق گوشی تلفن در ارتباط باشین، چون وقت ما ضایع میشه. حالا شاید وقت چند بیننده ضایع شده باشه. من فقط یکی دو مکالمه دیگر هم استاد میگیرم، چون مکالمات دوستا پشت خط هستن. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. شما وصل هستین بیننده عزیز. خب مثل که تماس وصل است. بیننده گرامی بفرمایید. خب میرم سراغ بیننده بعدی. بفرمایید. خب مثل که تماس هست اما نمیفهمم که چی مشکل است، مشکل فنی ما داریم یا مشکل از طرف است. بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. الو. بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه بیننده عزیز. الو. بفرمایین صدای شما داره پخش میشه، خود معرفی بکنین در ارتباط به موضوع برنامه اگر گفتنی دارین. خب 10 دقیقه بیشتر از وقت برنامه نمونده. من از تمام بیننده هایی که پشت خط هستن معذرت میخوام، چون وقت تماس میگیرن نمیفهم. گرچه از ابتدای برنامه و در هر برنامه توضیح داده میشه که مستقیم وارد بحث شوین و از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین، اما متاسفانه که برخی از بیننده ها نمیفهم، چون شاید برای اولین بار باشه که به برنامه تماس میگیرن، مستقیم وارد تماس میشن، وارد تماس نمیشن و صدای تلویزیونشان هم مشکل داره و وقت ضایع میشه. همین لحظه بیننده های زیاد پشت خط هستن استاد، اما نمیتونم به اجازه شما چون وقت برنامه بیش از 10 دقیقه نمونده و هنوز بحث ما به پایان نرسیده. برمیگردم خدمت شما استاد. فکر کنم که اگر از ضررهای ایدئولوژی اگر بگذاریم به اهدافی که میخواه مثلا دشمنهای اسلام از راههای مختلف میخوان این فکره یا این مکتبه در جهان اسلام ترویج بتن، اینا چه اهداف سیاسی را دنبال میکنن و بعد از او اگر برای بیرون رفت از این آفت
چه راهکارهایی هم وجود داره اشاره بکنین، چون وقتی برنامه کم است من هم میخوام که زیادتر مداخله بکنم در میان صحبت شما. جناب استاد، حقیقتا در بحث یعنی وقتی موضوع اهداف سیاسی رو مطرح میکنین، اگرچه اهداف دیگری هم داره، اهداف اقتصادی داره، اهداف سیاسی داره، اهداف فکری داره، کلی اهداف مد نظر اگر بگیرین هر کدام به جای خود جای بحث داره. اما اهداف سیاسی وقتی فکر فاشیسم مطرح میشه، ما چنانچه در اولش هم صحبت کردیم، فکر اینه که این حزب و این قدرت و این نجات و این گروه و این ملت به قدرت برسه، به حکومت برسه، یا اینکه قدرت در انحصار اینها باشه، فقط قدرت در انحصار اینها باشه، فقط اینها دستور بدن، فقط اینها حکومت بکنن، فقط اینها هر طوری که خواسته باشن از این مردم استفاده بکنن و مردم را برده خود بکنن. بحث اول یا هدف اول سیاسی بگین مسئله حکومت کردنه. و در این حکومت کردن باز مسائل دیگری باز اینها باید طی بکنن، مسائل دیگر طی بکنن. اقتصاد این مردم باید بره زیر صفر، چون خودشان باید قدرتمند یعنی باشن از نظر اقتصاد اقتصادی. در دست اینا شه، وقتی اینا سرمایه دار باشن، وقتی اینا همه امکانات ملت، همه اموال ملت، همه دارایی ملت، همه معادن ملت یا یک کشور در دست از اینا باشه، خود به خود کشور فقیر میشه. کاملا درسته. اینها یعنی میخوان که همین گونه باشه، که ملت به اینها نیازمند باشه. ملت مجبور اینها باشه، مجبور برای اینها باشه که دست گدایی به طرف اینها دراز بکنه. نمیخوان که ملت سیر بکنن. این یکی از اهدافشان هست. چون وقتی خواسته باشن به این هدف سیاسی خودشان برسن، شما میدانین که سیاستی که با شریعت و با اسلام، این را با جرأت میگم، سیاستی که با اسلام نباشه، اون سیاست به دنبال اینه که این مشکلات را برای مردم به وجود بیاره تا بتونه حکومت بکنه، تا حکومت او برقرار بشه. امروز برخی میگن استاد، در پاسخ به این سوال شما میگه مثلا آمد حکومت در ایران، مثلا حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد، اما مشکلات مردم حل نکرد، مشکلات اقتصادی مردم حل نکرد. امروز میلیون ها ایرانی در اروپا به سر میبرند، امروز مثلا میلیون ها ایرانی در کشورهای همجوار مثل کشور امارات، مثل کشور کویت، مثل کشور بحرین، و حتی ایرانی های هستند، خواهرای ایرانی که دست به خودفروشی میزنند به خاطر فقر. چرا این حکومت اسلامی که آمد، چرا مشکلات اقتصادی کشور مثل ایران حل نکرد؟ جناب استاد، اگر کشور آمریکا بیه بگه که کشور جمهوری اسلامی آمریکا، شما قبول میکنین؟ نه خیر. خلاص، ایران کی اصلا به عنوان کشور اسلامی، به عنوان کشور اسلامی رو به رسمیت شناخته؟ حکومتش رو میگم، ملتش نه. ملتش مسلمانن، ملتش معتقدن به خدا و پیغمبر، ایمان دارن. منظورم حکومتش هست. کی این حکومت رو اصلا اسلامی گفته؟ یک اسم بدون مسماییه، یک اسمی که اصلا با مسمای خود برابر نیست. کشورهای مثلا کشورهای اروپایی و کشورهای غربی بایست یک نظام اسلامی پذیرفته شده و عاجز مانده از حل کردن مشکلات مردم، این که بخصوص مشکلات اقتصادی. این که دیگران در موردش چی میگن، این بحث جداییه. ما اسلام پیش ما هست، قرآن کریم اسلامه، سنت رسول الله علیه السلام اسلامه. آیا این حکومت، بیاین این را در ترازوی قرآن و سنت پیامبر بگذارید، آیا برابری داره؟ نه خیر. من آخرین اطلاعاتی که دارم میگن همه دولت مردای رده اول حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران، همه با هم خیشاوند و صله قرابت دارن، همه با هم خیشاوند است. اگر خواه در رأس رهبریت هستن، خواه در رأس ریاست جمهوری هستن، خواه در مجلس شورا هستن، خواه در مجلس خبرگان هستن، در هر کجایی که هستن، خواه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، همه با هم یک صله قرابت و صله خیشاوندی دارن. جناب استاد، من میخوام این بگم که این کشور و اصلا این حکومت اصلا ربط به اسلام نداره. که کسی بیا اعتراض بکنه که بله، جمهوری اسلامی ایران. خب من گفتم اگر بیا مثلا آمریکا، امروز اوباما دستور بده که جمهوری اسلامی آمریکا، آیا این اسلامی میشه؟ همین که نام گذاشتیم خلاص اسلامی شد؟ نه، این اسلام زیر خود برنامه ها داره، این اسلام زیر خود نظام داره، نظام سیاسی داره، نظام اقتصادی داره. که آیا در ایران واقعا، در حکومتی که امروز به نام حکومت اسلامیه، واقعا این نظام اسلامی مراعات بشه؟
نظام اقتصادی اسلام مراعات میشه، نظام ملی اسلام مراعات میشه، آیا به همه به یک چشم دیده میشه، آیا به همه اقوام و اقشار احترام دارن؟ نه، این چیزیه که همه مردم میدونن، همه مردم به این موضوع آشنا هستن، اما ای که نامش چیه این را بگذارین کنار. یعنی به نامش نباید فریب بخوره، به نام مذهب که مذهب تشیع اثناعشری که حکمرانی دارن میکنن، به اونها هم فکر نکنم که احترام قائل باشن و مهم دارن اموالی از اونها را هم به زیر نام خمس میگیرن و ناموسی از اونها را هم زیر نام صیغه و متعه دیگه به ناموس از اونها تعرض میکنن. متاسفانه این مشکل جناب استاد وجود داره، یک نظام دیکتاتوریه که اصلا ربطی به اسلام نداره، ربطی به قرآن نداره، ربطی به سنت رسول الله علیه السلام نداره. این نامها فریب. حکومت آل بیت میگن، دروغ میگن. حکومت کدام آل بیت؟ آل بیت عبدالله ابن سبا، آل بیت رسول الله علیه السلام همچون حکومتی داشتن. بیاین زندگنامه آل بیت رسول الله علیه السلام بخونین، آیا اونها همین طور انسان ها بودن؟ چور و چپاول، دزدی، کشتن، قتل و قتال زدن، همچون چیزی نبوده جناب استاد. این اسم بدون مسمای کشور اسلامی نیست. کشور آل بیت کجاست؟ گفتم شاید کشور ربطی به آل بیت، به هر حال آل بیت عبدالله ابن سبا داشته باشه، به اون نمیتونم چیزی بگم. خوب از راهکارها. بله، از راهکارها بگیم. از راهکارها جناب استاد، بزرگترین راهکار اینه که ما به عنوان یک مسلمان، ملتی به عنوان یک مسلمان باید متحد بشین با هم. اگر متحد نشدین، چون این فاشیزم گفتین ما را متفرق کرده، بیچاره کرده، در به در خاک به سر کرده به گفته، یعنی هر کس، هر جهت، هر مجموعه، هر گروه زیر یک نام یا زیر یک نام، خواه این نام حزب باشه، خواه نام یک جهت و یک سمت باشه، خواه نام یک قوم، یک زبان باشه، زیر این نام علیه یک دیگر موضع میگیرن، درست است؟ نه باید موضع بگیرن. یعنی اتفاق و اتحاد باید داشته باشن. اگر موضع بگیرن خب مسئله تفرقه ایجاد میشه، یعنی اینها از هم متفرق میشن. نباید بر علیه دیگر یک دیگر موضع بگیرن، قلبه ها را به هم نزدیک بکنن، افکار را به هم نزدیک بکنن، به قرآن کریم و سنت رسول الله علیه السلام چنگ بزنن. الله متعال در قرآن کریم میگه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، این بسیار مهمه، ولا تفرقوا، شما از همدیگر متفرق نشید، چون اگر تفرقه ایجاد شد فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. یا در جای دیگه الله متعال میگه اگر شما با هم اختلاف بکنین شما چیکار میشین؟ از بین میرین، قدرت شما از بین میره، شوکت شما از بین میره، همه چیز شما از بین میره. و این نظام فاشیسمی جناب استاد هدفش همینه که اینها را از هم متفرق بکن. اگر ما میخواهیم جلو این همه بدبختی ها، همه این مشکلات را بگیرین، باید متحد بشین. متحد بشین بر یک کلمه، متحد بشین بر قرآن. نه که باز هر کس بیه فکر خود را جا بزنه. متحد بشین بر قرآن و سنت رسول الله علیه السلام و راز خوشبختی مسلمان ها و راز خوشبختی همه ملت ها بالعموم میگن غیر از مسلمان ها، اینه که اینها به برنامه دست نخورده و برنامه سرنوشت ساز و برنامه موفق الهی دست بزنن، انشاءالله موفق خواهند. تشکر استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح که باز هم در این برنامه، در برنامه یکی دیگر از برنامه های بازسازی اندیشه در خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی بودین. من از شما جهان سپاس و تشکر دارم، همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن و از بیننده های عزیز و گرامی که تماس گرفتن، از اونها هم اظهار سپاس و امتنان دارم. از کسایی که پشت خط ماندن از اونها معذرت میخوام و امیدوار هستم که همه ما با چنگ زدن به قرآن و با رجوع به قرآن و سنت و به آموزه ها و تعلیمات ناب دین اسلام بتونیم که فکر فاشیسم را از کشورهایمان، از مناطقمان، از میان اقوام و قبیله ها و یا از میان حتی خانواده هایمان بزداییم و بساطش بر بچینیم و اسلام ناب، اسلام قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اسلام صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین در میان خود پیاده کنیم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما عزیزان را به پناه یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
Mm-hmm.